ماجرای کامل چاقو خوردن شدید داوود هزینه و غرق خون شدنش وسط خیابون بعد از ادعاهاش. من کشورم ترکیه، اینجا وطنمه، من ترکم، ترک ملتی. سلام علیکم. علیکم السلام. سلام علیکم. مادر جن داوود اس کارکست پاشو بیا، قرار دعوا گذاشتم بود مادر جنده. ببین داوود پاشو بیا مادره، ببین خودتو زن و بچه تو اول تو ببین گاهیرم مادر کیونی، پاشو بیا استقلال. داداش ما با رفیق دوستش غرق خون میشن و میفتن کف میدون تاکسی. سلام، به یکی دیگه از ویدیوهای کانال پارس فکت خوش اومدید. لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندید. خب همونطور که میدونید همین چند روز پیش و توی ویدیوی قبلی ما به داوود هزینه ملقب به داوود پاخور اشاره کردیم که میگفت منو کسی نمیتونه بگیره و من ترکم و ایرانی نیستم و خلاصه کلی ادعا کرده بود و جالب اینه که دو شب از اون ادعاها نگذشته بود که دیشب وسط خیابون با چاقو جرش میدن نه ببخشید با چاقو شدیدن میزننش. حالا گویا ماجرا از این قرار بوده که چند تا از دوستای داوود هزینه که جزء اراذل‌های تهرانن از ایران میرن ترکیه و برش میدارن میبرنش بیرون و بعد یه عده دیگه میریزن سرش و جوری با چاقو میزنن بهش که حتی روده ها و کبدش آسیب دیده و کلن غرق خون افتاده بود وسط خیابون و همه دوستاش هم رفته بودن و بعد مردم زنگ میزنن پلیس و آمبولانس که در نهایت منتقل میشه به بیمارستان. حالا داداش داوود هزینه که اسمش هاشمه و گویا ایشون پا نمیخوره در مورد این موضوع صحبت کرده. دم این بیمارستان وایسادم، برای داداش من داوود یه مشکلی پیش اومده و من تا پای جونم اینو به همه تون میگم، تا تتوی این قضیه رو در نیارم و ولکن باید اون کسایی که یه چند نفری انگاری از ایران پرواز میزنن میان میرسن استانبول، به محضی که وارد استانبول میشن سر از خونه داداش ما در میارن و اینکه سر از خونه داداش ما در آوردن و یکی دو ساعت بعد اون قضیه داداش ما رو میبرن سمت میدون تقسیم. حالا چی بوده قضیه، به کجا ختم میشه، داداش ما با رفیق دوستش غرق خون میشن و میفتن کف میدون تقسیم. اون آدمایی که اومده بودن خونه داداش ما شبش انگاری لایف گذاشته بودن، تو لایوهاشون این سری صحبت ها کرده بودن، اینا هم شب لایف میذارم کامل همه رو به همه تون توضیح میدم. ولی مطمئن باشید جالب قصه اینه که اون کسایی که برادر ما رو ور میدارن میبرن اون جایی که این مشکل براش پیش میاد، هیچ کدومشون نبودن، نه زنگ زدن آمبولانس، نه برای داداش ما کاری انجام دادن، هیچ ول کردن رفتن. و این قضیه ذره مشکوکه برای من، ما که بچه که نیستیم که، این قضیه مشکوکه. بالاخره کسی با کسی اگر میره جایی، حتی برای دعوا، حتی برای اصلا هر چی، وقتی یه کسی زخمی میشه به مشکل میخوره براش آمبولانس بگیره، طرف رو به بیمارستان برسونه، این که بره سریع به پیچه از این قضیه بره یه جورایی مشکل داره و اینو من پیگیری میکنم، منتظر جواب پلیسم ببینم تحقیقاتشون به کجا میرسه. ولی امشب یه لایو میذارم، یه نیم ساعت یه ساعت دیگه لایو میذارم، کل قصه رو بهتون توضیح میدم قضیه چیه، منتظر باشید تا یک ساعت و نیمه دیگه. بلن به قضیه دیگش دوباره اینه که طرف یه چند سالی انگاری اصلا استانبول نبوده، به محض این که میرسه حالا به هر دلیلی میان خونه داداش ما. چرا سر از خونه داداش ما در میارم من؟ برادر من چرا رفته تو اون مکان، یعنی تو اون جایی که رفتن برادر منو بردن؟ همیشه داوود یه آدمیه که ما برادریم، هر جا میریم به همدیگه خبر میدیم که آقا ما داریم میریم این بر میریم اون بر. حتی اگه مثلا بخواد یه موقع که مثلا مشکل قانونی و اینجور چیزا باشه دیگه بدتر، میگیم آقا ما داریم میریم مشکل قانونی داریم، حواستون حواسمون به هم دیگه باشه.
اصلا داوود به من هیچ خبری نداره، فقط به من زنگ میزنن میگن که آره داوود غرق خونه، غرق خونه و اینجوری. حالا من اینا رو پیگیری میکنم تا یه حدی به یه جایی هم رسیدیم و انشالله تو این هفته از خجالت خیلی هاشون در. بله، و اما جالب اینه که دقیقاً قبل از این دعوا بهادر وحشی زنگ زده بود و داوود هزینه رو تهدید کرده بود و گویا بعد از این ماجرا بهادر رو دستگیر میکنن و میبرنش بازداشتگاه که با وثیقه آزاد میشه. داوود کارکسته پاشو بیا، قرار دعوا گذاشتم بود مادر جنده. ببین داوود پاشو بیا مادره، ببین خودتو زن و بچه تو اول تو ببین گاییدم مادر کیونی، پاشو بیا استقلال ببین بکنم تو کیومونت، پاشو بیا ولد زنا، پاشو بیا زر نزن باشه تلفن حروم کیونی، پاشو بیا داوود از اینه مادره تگه نداده، پاشو بیا بچه تهرانی، پاشو بیا کیونی مادر جن، تو امشب اگه نیای من استوری دارم میکنم، خار کیونی پاشو بیا لفظ نیا، ننه کیونی پاشو بیا، داوود بچه چغال اسکن اوبی چغال زیر خواب سایتیا چغال، من خیامون استقلالم، من وعید معید نیستم میلاد پیلاد، بچه چغال داوود از اینه پاشو بیا، داوود از اینه بچه چغال اوبی، به تو گفته بودم مجازی نیست واقعیت، فاش ناموس و همه چیزو گوشتان بسد، ببین بلند شو بیا استقلال کجا دوست داری بابا، اسکل بیا دم میدون مردو، داوود از اینه پلشت، تو بابا اگه دعوایی بودی که بابا نمیرفتی چی به مردم و شبونه فیشین کنی، نمیرفتی زیر خواب این چاقال مقاله، بابا از اینه بذار بابا سه رقمی بشه دو رقمی بشه اومدن ترکیه چاقال بچه فیشینگه دو، فقط لفظ میایی ببین کیه من تو خیابونم، تو مامان نداری، مامان تو گوشتم، خوار مادر تو گوشتم، اگه بیای پاشو بیا بابا، پاشو بیا انقدر منتظریم اینجا نوازشت کنم چاقی، پاشو بیا داوود از اینه پلشت، میری سفارت آمار رفیقاتو نمیدونم این کاسبا و خلافکار استانبولو میری میگیرن، اینجوری خودتو سرپا نشون دادی، پاشو بیا چاقال، پاشو بیا بگم چند چندیم بابا، پاشو بیا چاقال استوری میذاشتی میخوای میلادو بیاری بیرون چغال، بابا تو خودت بابا سولاخ موشو میخری بابا، اسکل پلش تو کسی رو نمیتونی بیاری بیرون بابا، تو فقط سر اینو از تو زیپم میاری بیرون، پاشو بیا بیرون بابا چغال لبودن، داوود بچه چغال داوود اسکل، ببین شیرخوار تو اعصاب دست تو همه رو با هم، داوود تو مال این حرفا نیستی چغال، منتظرتم اسکل بچه فیشینگی فیشینگی بچه دوز، داوود زیرخواب او بیا پاشو بیا استقلال میدون تقسیم، ای قرار نذاشتی تو چغال. خلاصه حالا این وسط معلوم نیست که چه کسی به داوود زده، و جالب اینه که این اتفاقات درست یه شب بعد از لایو جنجالیش بود که میگفت هیچ کس نمیتونه کاری با من داشته باشه. خلاصه چیزی که به ما ثابت شده اینه که هر کی توی استانبول ادعا کرد در جا کلاسش تعطیل شد، و باید ببینیم در ادامه چی میشه. در نهایت جا داره اینجا یه توصیه بهداشتی بکنیم و بگیم که هر کسی که کرونا رو جدی نمیگیره و مسائل بهداشتی رو رعایت نمیکنه، کی بهتر از تو که بهترینی. در نهایت اینم از ویدیوی امشبمون، ممنون که ویدیو رو تا انتها نگاه کردین، لطفاً حتما لایکش کنید تا ویدیو به افراد بیشتری پیشنهاد بشه، راستی سابسکرایب یادتون نره، تا ویدیوی بعدی بدرود.